در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از بازگشت حق رأی ایران در سازمان ملل، نگرانی آمریکا و اسرائیل از تحویل ماهواره روسی به ایران و واکنش پوتین، تنش در شرق اوکراین در آستانه دیدار پوتین و بایدن و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 22 اردیبهشت شمار مبتلایان و فوتی‌های کووید 19 در جهان به ترتیب به 176 میلیون و 100 هزار نفر و 3 میلیون و 803 هزار نفر نزدیک شد. تا کنون 159 میلیون و 700 هزار نفر از کرونا بهبود یافتند. تعداد مبتلایان کلی هند در حالی به 30 میلیون نفر نزدیک شده که شمار مبتلایان روزانه این کشور بار دیگر به کانال کمتر از 100 هزار نفر رسیده است. با وجود کاهش مبتلایان، اما روز چهارشنبه آمار بی سابقه مرگ بیش از 6 هزار نفر را ثبت کرد. در سوی دیگر جهان، افزایش مجدد مبتلایان انگلستان که ناشی از چرخش وسیع گونه دلتا در این کشور بوده، اعلام پایان کامل محدودیت‌های کووید 19 در بریتانیا پس از واکسیناسیون گسترده را در حاله‌ای از ابهام قرار داده است. در آمریکای لاتین، با وجود اینکه شیلی توانسته حدود 60% از جمعیت خود را به شکل کامل واکسینه کند، افزایش مجدد مبتلایان باعث شده سانتیاگو، پایتخت این کشور، وارد قرنطینه شود. روسیه هم که موفق شده آمار مبتلایان روزانه خود را به مدت 3 ماه در کانال کمتر از 10 هزار نفر نگه دارد، با شناسایی بیش از 12 هزار مبتلای جدید در روز جمعه بار دیگر شاهد اوجگیری کرونا است. افغانستان نیز همچنان روندی صعودی از مبتلایان خود گزارش می‌دهد. همچنین آفریقای جنوبی پس از موفقیت در کنترل کرونا بار دیگر شاهد اوجگیری این بیماری است. بازگشت حق رأی ایران در سازمان ملل متحد. ایران با پرداخت بخشی از بدهی خود به سازمان ملل متحد بار دیگر حق رأی در مجمع عمومی این سازمان را به دست آورد. با موافقت آمریکا، ایران با پرداخت 16 میلیون دلار به سازمان ملل از طریق دارایی‌های مسدود شده تهران در کره جنوبی بار دیگر حق رأی خود در این نهاد بین‌المللی را که از ماه ژانویه معلق شده بود به دست آورد. ایران پیش از پرداخت 16 میلیون دلار به سازمان ملل که مبلغ مورد نیاز برای بازگشت حق رأی بود، در مجموع بیش از 65 میلیون دلار به این نهاد بدهی داشت. نگرانی آمریکا و اسرائیل از تحویل ماهواره روسی به ایران و واکنش پوتین. در حالی که آمریکا و اسرائیل از خبر تحویل یک ماهواره روسی به ایران ابراز نگرانی کردند، اما پوتین این خبر را مزخرف توصیف کرد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شده بود که ایران قرار است در ماه‌های آینده یک ماهواره با نام کانوپوس وی از روسیه دریافت کند. به گفته این روزنامه، ماهواره یاد شده توان ایران برای جمع‌آوری اطلاعات از اهداف مختلف را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد و این موضوع ممکن است برای آمریکا و اسرائیل مشکل ساز باشد. در خبری دیگر از اظهارات مقامات آمریکایی درباره ایران، لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، از حرکت 2 کشتی نظامی ایران به سمت نیمکره غربی ابراز نگرانی کرد. وزیر دفاع آمریکا مدعی شده این 2 کشتی احتمالاً در حال حمله تسلیحات به مقصد ونزوئلا هستند. تنش در شرق اوکراین در آستانه دیدار پوتین و بایدن. در آستانه دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، شرق اوکراین بار دیگر به صحنه تنش‌ها میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی اوکراین تبدیل شده است. جدایی طلبان طرفدار روسیه روز جمعه ارتش اوکراین را به کشتن 5 نفر از نیروهای جدایی طلب متهم کردند، اما اوکراین ضمن رد این اتهام اعلام کرد یکی از سربازانش پس از حمله جدایی طلبان کشته شده است. همزمان با تشدید تنش‌ها در این منطقه، یک ناو نیروی دریایی آمریکا به دریای سیاه وارد شده است. پوتین و بایدن قرار است برای نخستین بار از زمان آغاز فعالیت دولت جدید آمریکا در ژنو دیدار کنند. هشدار یونیسف درباره گرسنگی و مرگ کودکان در اتیوپی. آژانس کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داد حدود 33 هزار کودک در منطقه تیگرای واقع در اتیوپی به شدت دچار سوء تغذیه هستند و همین امر آنها را در معرض مرگ ناشی از گرسنگی قرار داده است. منطقه تیگرای از اواخر سال 2020 به محل تنش میان نیروهای دولتی و شورشیان تبدیل شده و از آن زمان حدود 1 میلیون و 700 هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد 353 هزار نفر از مردم این منطقه در شرایط بسیار بحرانی زندگی می‌کنند که در این میان 33 هزار کودک در معرض بیماری و مرگ ناشی از سوء تغذیه قرار گرفتند.
طلب بخشش رئیس جمهور پیشین کولومبیا برای حکم مرگ چند هزار شورشی. خوان مانوئل سانتوس که از سال 2010 تا 2018 رئیس جمهور کولومبیا بود، در برابر کمیسیون حقیقت‌یاب این کشور برای مرگ هزاران نفر از مردم بیگناه توسط نیروهای مسلح طلب بخشش کرد. نیروهای مسلح کولومبیا بین سالهای 2002 تا 2008 برای ارتقا و دریافت پاداش دست کم 6400 نفر از غیر نظامیان و مردم بیگناه را به قتل رساندند. با آنها را به دروغ شورشیان کشته شده در نبرد با نیروهای دولتی نامیدند. مانوئل سانتوس در زمان این کشتارها در سمت وزیر دفاع کولومبیا فعالیت داشت.